بونجور توما، سوا، جسپر که وز الی سوپر بین. سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. با جلسه جدید از دوره آموزش زبان فرانسوی در کنارتون هستیم و طبق معمول قراره که این جلسه را با دو تا فعل بی‌قاعده شروع کنیم. علی آنیوا، بریم که شروع کنیم. فعل اولی که داریم امروز فعل لیق هستش. ایرگولیر بی‌قاعده است. لیق به معنای خوندن. صرفش میکنیم جولی، قرار شد حروف آخر خونده نشن. جولی، تولی، ایلی، الی، نولیزون. نولیزون، نمیگم نولیسون. نولیزون چرا؟ چون اس بین دو تا وایل قرار گرفته و زمانی که اس بین دو تا وایل قرار میگرفت صدای ز میداد. نولیزون. وولیزه، اوزد، ترکیب اوزد صدا ای میده. وولیزه، ایلیس، ایلیز، او انتخونده نمیشه. پس یه دور دیگه صرفش میکنم فللیقو. جولی، تولی، ایلی، ایلی، نولیزون، وولیزه، ایلیس، ایلیس. این از فللیق. پر اگزام جولی لولیوغ، کتاب رو میخونم. لولیوغ به معنی کتاب. اون لوی هم که اومده قبل لیوغ نشون میده که کلمه لیوغ مسکولن و مذکره. این از فعل لیغ. فعل دوم فعل ابخاندغ. اق اینجا صدا خه میده، قبلش چون په اومده. ابخاندغ به معنی یاد گرفتن. فلفل بی‌قاعده است، صرفش میکنیم. خب فقط دقت بکنید اینجا برای جو، ضمیر جو، ما دو تا وایل کنار هم داریم. فعل ابخاندغ با ا شروع میشه، وایله. زمانی که دو تا وایل کنار هم میاد قبلی هست اپوستراف. پس میچسبونم. ژابخون، د خونده نمیشه، ترکیب دارم، ترکیب او ان، صدا آن اما نزل. اون ژابخون، تو ابخاند. اینجا د خونده نمیشه اما اینجا خونده میشه. چرا؟ چون حرف آخرم اینجا اس. تو ابخون، il apprend, elle apprend, nous apprenons, nous apprenons. این ترکیب صدای آن میداد اما وقتی بعدش وایل میمد دیگه ترکیب نبود و به شکل عادی تلفظ میشد که تو حالت عادی او همون صدای او میده. nous apprenons, vous apprenez, vous apprenez, ils apprennent, elles apprennent. Nous apprenons, vous apprenez, ils apprennent, elles apprennent. Apprendre, یاد گرفتن. Par exemple, برای مثال, j'apprends français. من فرانسوی یاد میگیرم. اینم از فعل apprendre. یه دور دیگه کامل صرفش میکنم. J'apprends, tu apprends, il apprend, elle apprend. Nous apprenons, vous apprenez, ils apprennent, elles apprennent. این از دو تا فعل بی‌قاعده امروز. بریم سراغ کتاب. خب با درس دوم شروع میکنیم. درس اول رو تمامی تمریناتش رو انجام دادیم. جلسه قبل کشورها رو، ملیتشون رو یاد گرفتیم که اینجا خیلی به کارمون میاد توی درس دوم. شروع میکنیم. پج صفحه. پج سیز. شونزده. پج سیز. لسون دو. درس دوم. چی نوشته این بالا؟ کیس؟ کیس که جلسه قبل هم اینا رو بهتون یاد دادم و گفتیم زمانی که بخوایم بپرسیم این کیه، میپرسیم کیس و در جواب گفتیم با چی جواب میدیم؟ با سه. کیس سه مدام بیگی، کیس سه موسیو بیتگولی پر اگزامل. اوکی؟ متنی که اوورده اینجا یه دیالوگ داریم. دو نفرن دارن در مورد یک خانم صحبت میکنن. حالا فایل صوتی این متن رو یه بار خودتون کامل گوش بکنین، بعد با هم میخوایم معنی بکنیم. بریم سراغ متن. لسون دو، دیالوگ ان. Leçon 2, dialogue 1. Qui est-ce? Qui est-ce? In qui est? Qui est-ce? C'est Naoko, non? Naoko. C'est Naoko, non? Un Naoko, na? C'est Naoko, non? Et Naoko Yamada. Naoko?
ناوکو داره برای اینکه مطمئن بشه دوباره میپرسه. میگه که وی ناوکو یامادا، اسمشو کامل داره میگه. الت تو دیانت. این جمله رو براتون مینویسم. خب ببینید، گفت الت تو دیانت، کاملا چسبوند به هم. ال او هست، فعل اتخه بیقاعده بود، برای ال صرفش کردیم. ال تتودیانت، این ت رو ما قرار بود نخونیم، ولی اتودیانت چون با وایل شروع شده ما میتونیم این ت رو بچسبونیم به این و بخونیم. به خاطر همون نمیگه ال اتودیانت، میگه ال تتودیانت، یه صدای ت میشنویم وسط. ال تتودیانت. اتودیانت زمانی که او داره و ت تلفظ میشه فمیننه، همونطور که میبینید برای ضمیر فمینن هم استفاده شده برای مؤنث. اگر بخوایم برای مسکولن، برای آقایون استفاده بکنیم، این او آخر رو نمی نویسیم و میشه اتودیان، ت تلفظ نمیشه. ایله تتودیان، او دانش آموز هست، او آقا. پس این از این، ایله تتودیانت، اون دانش آموزه. الی سامپا. گفتیم توی زبان فرانسوی ما نیازی نداریم خیلی کار سختی بکنیم برای اینکه بخوایم یه جمله بسازیم. همون جمله خبری رو شما لحنتو سوالی بکن، سوالی میشه. گفت الی سامپا، الی سامپا. الی باز مثل بالا فعل اتخ صرف شده، او هست. سامپا، سامپا مخفف کلمه سامپاتیک هستش، به معنی خوب، مهربون، دوست داشتنی. خیلی نمیبینیم که فرانسوی ها توی زبان محاوره‌شون بخوان از سامپاتیک استفاده کنن، مخفف میکنن و از سامپا استفاده میکنن. گفتش که اون ناوکو یامادا، الی تتودیانت، دانش آموزه. دوستش گفت الی سامپا، مهربون و دوست داشتنیه، خوبه. الی دان لو کور دو فرانسه. وی elle est dans l'école de français. Oui, بله. elle est dans. دان حرف اضافه است به معنای در. میگه اون تو مدرسه فرانسویه، فرانسه است. elle est dans l'école de français. تو مدرسه فرانسه است. elle est japonaise. elle est japonaise. دقت کنین. جلسه قبل ما کشورها و ملیتشون رو یاد گرفتیم. اگر ژاپنه بود او رو یعنی نداشتیم، اسم که خونده نمیشد، ترکیب ا ای صدا ا، ژاپنه میشد مسکولن و مذکر ژاپنی، اما برای آقایون. وقتی میگه ژاپنز، مؤنث دیگه، او اومده آخرش. ال ژاپنز، ژاپنیه. ال هابیت ان فرانس او ژاپن. ال هابیت ان فرانس او ژاپن. ال هابیت ان فرانس او ژاپن. جمله رو دقت کنین. ال ابیت، فعل ابیته برای ال سبب شخص مفرد صرف شده. ابیته به معنای زندگی کردن، لیو انگلیسی. فعل با قاعده است، رگولیر، خودتون میتونید صرفش بکنید. آن فرانس او، این او به معنای یا هستش. او ژاپن، میگه تو فرانسه زندگی میکنه یا ژاپن. نکته ای که اینجا وجود داره، برای کشورهایی که مؤنث بودن مثل لفقانس، جلسه قبل همه اینا رو یاد گرفتیم، فقانس ماهیتش فمینن و مؤنثه، میگیم لفقانس، از اختیکل ل استفاده میکنیم. ژاپن ماهیت مسکولن و مذکره، میگیم لو ژاپن. اگر بخوایم برای کشورهایی که مؤنث هستن از حرف اضافه استفاده بکنیم، اون حرف اضافه آن هستش، او ان، مثل همین جمله. برای کشورها، فقط کشورها رو دارم میگم، برای کشورهای مؤنث شد آن، برای کشورهای مذکر میشه او. ال ابیت آن فرانس او ژاپن، میگه در فرانسه زندگی میکنه یا در ژاپن. این دری که برای کشورها استفاده میکنیم مؤنث بود آن، مذکر بود او. این هم از این. Elle habite en Suisse, à Genève. Elle habite en Suisse, à Genève. سوئیس فمینن و مؤنثه، میگیم لا سوئیس.
چون فمینن و مؤنثه براش از حرف پاردون میگیم لسویس و چون فمینن و مؤنثه براش از حرف اضافه آن استفاده کرده. ال ابیت آن سویس. ا ژنو. ژنو اسم یک شهره. سلاوی اسم یک شهره داخل کشور سوئیس. برای شهرها همیشه حرف اضافه ا. اون در سوئیس در ژنو زندگی میکنه. این حرف اضافه در برای کشور مؤنث شد اون، برای کشور مذکر شد او، برای شهر همیشه ا. فور اگزامپل ژابیت ا پاری. پاری اسم یک شهر توی فرانسه، پاریس. چون شهر باید از حرف اضافه ا استفاده بکنم. ژابیت ا پاری. این هم از مکالمه ای که داشتیم. خب شروع میکنیم از جمله اول. ا ناوکو اتون فم. ناوکو اتون فم. باز ببینید ت رو اینجا من دارم به اون میچسبونم. ناوکو اتون فم. ناوکو یک زنه، یک خانم. فم میشد زن. اختیکل دفینی استفاده کرده. فم میشد زن. ببینید از اون استفاده کرده. اختیکل ان دفینی. اون یک زنه. و برای فمینن، برای مؤنث هم همیشه از اون استفاده میشد. برای مسکولن آ و برای جمع ده توی اختیکل اندفنی. ناوکو یک زنه. وغه و فو درسته یا غلط؟ وغه. چرا؟ بالا توی متن نگاه کنید، تماما از ضمیر ال برای ناوکو استفاده کرده. ال اتودیانت، ال سامپا، ال سامپا، ال دون لو کور دو فرانسه، ال ژاپونیز، ال ابیتان سوئیس از ژنو. تماما ضمیرها فمینن و مؤنثه. پس وغه، سوغه، درسته. ال فرانسیز، ال فرانسیز، ال فرانسیز فرانسوی بود. گفت ال ژاپونیز، ال ژاپونیز ژاپنی بود. پس میشه فو، غلطه. سه ال پروفسور. پروفسور یعنی معلم، استاد. فمینن و مسکولن پروفسور هیچ فرقی نداره، یعنی هم مذکر و هم مؤنثش همین پروفسور میشه. لو پروفسور، لا پروفسور، پا دیفرانس. ال پروفسور نو. ال اتودیانت، ال اتودیانت دانش آموز بود، که گفتیم حتی داخل کلاسای فرانسه هم هستش، تو کورسای فرانسه شرکت میکنه. فرانسوی. ال ابیت اون فرانس. ال ابیت اون فرانس توی فرانسه زندگی میکرد. بالاتر برید دیالوگو ببینید. ال ابیت اون سوئیس ا ژنو. پس فرانس نبود، سوئیس بود. اینم فو. ال سامپا مهربون، دوست داشتنیه. بالا دوستش پرسید ال سامپا، گفت وی. وی یعنی بله. پس سفقه، اینم درسته. اینم از این. اکسرسیز دو، تمرین دو. نوزاون اون کارت، یه کارت داریم اینجا. نوم، پرنوم، نشنالیته. نوم میشد اسم، پرنوم فامیلی، نشنالیته، نشنالیتی ملیت. چی نوشته؟ ایتالیان. ایتالیان سفمینن، مؤنثه. مسکولنش چی میشد؟ ایتالیا. ایتالیا، ایتالیان. اینجا نوم، پرنوم و نشنالیته رو گفته، ولی گیولیا فامیلیش و ایتالیان. برای این مثل این دیالوگی که این بالا داشتیم، باید بتونید یک دیالوگ بسازید که خیلی راحته. کیس؟ سه ولی، نو؟ ولی؟ وی. ولی فامیلیش چی بود؟ گیولیا. الت اتودیانت، به عکسی هم که داره میخوره، اتودیانت باشه، قشنگ سنش کمه. الت اتودیانت. ال سامپا مهربونه، دوست داشتنیه. وی. ال دون لو کور دو فرانسه پار اگزام. ال نمیگیم دیگه، ال ژاپنز ملیت خودش رو استفاده میکنیم. الت ایتالیان، الت ایتالیان ایتالیاییه. بعد مثلا میپرسیم ال ابیت اون فرانس او
و ایتالی کشور ایتالیام شد ایتالی که میگیم فار اگزامپل ال ابیت ان فرانس در حال حاضر مدنا یعنی الان مدنا ال ابیت ان فرانس ا پاری توی فرانسه در پاریس اینم از دو تخوا اکوته لو دیالوگ دو ای اسوسیه لپرسون او پروفسیون میگه اکوته لو دیالوگ دو گوش بدید به دیالوگ دوم ای اسوسیه لپرسون او پروفسیون و اشخاص رو که اسمشون اینجا نوشته شده برامون توی ا تا او به حرفشون به شغلی که دارن توی ا تا سنگ وصل بکنیم یه دور فایل صوتی رو اول خودتون گوش بکنید متن رو قبلش بخونید اینجا اسامی رو بخونید شغل‌هایی که دارن رو بخونید پروفسور معلم استاد سکرتر منشی اسیستانت دستیار اتودیانت دانش آموز خب به فایل صوتی گوش بدیم برای دیالوگ دوم و دونه دونه جمله هاشو معنی کنیم تا راحت تر بتونین تمرین رو حل کنین دیالوگ دو کافه ته کافه همون کافی قهوه و ته به معنای چای دار ازش میپرسه که کدومو میخواد کافه ته کافه سیل وو پلی قهوه لطفاً کیس اون کیه سیت امیلی کنستان اون امیلی کنستانته لاسیستانت دو مسیو دو وو لو دایرکتور L'assistante de monsieur de vous, le directeur. L'assistante de monsieur de vous, le directeur. دستیار آقای دو وو کارگردان. Le directeur. چون مسکولن هم هست از لو استفاده کرده براش. دیرکتور هم که میشد کارگردان. Elle, c'est la secrétaire, madame Morenou. اینجا که میبینید نوشته دوزم او ام ام او این مخفف مدمه به معنای خانوم میگه لا سکرتر مدام مورنو منشی خانم مورنو پس خانم مورنو چی بود؟ منشی الوی کیس و اون کیه این لوی اشاره به یک فرد مذکر داره گرامرش رو در آینده میخونید داره اشاره میکنه به یک فرد مذکر اون کیه؟ C'est Pierre, il est professeur. C'est Pierre, un Pierre. Il est professeur, un استاد معلمه. پروفسور یکم قبلتر هم گفتم ماهیتش هم مذکر هم مؤنث. یعنی برای ایل که مذکر استفاده کرده il est professeur من هم میتونم بگم je suis professeur. Je suis professeur. Elle c'est Anna. Elle est étudiante et Elle c'est Anna, une Anna, elle est étudiante. Elle est étudiante, une dans les chambres. Elle est belge. Et elle est belge. Va Belgique, belge, Belgique. Aujourd'hui, lui, il est italien. Italien masculin, italienne féminin, italiaï. Carlos est espagnol. Carlos est espagnol, espagnoli. دقت کنید برای ملیت اسپانیایی اسپانیول فمینن اسپانیول مسکولن تلفظ جفتش اسپانیوله فقط فمینن یه او تهش اضافه داره که اون او هیچ تأثیر توی تلفظ نمیذاره چرا؟ برای مذکرش که ما اون او رو نداریم فقط حرف آخرمون اله باز ما اون ال رو تلفظ میکنیم چرا؟ چون ال جز اون حروفی بود که آخر کلمه اگه میمد خونده میشد پس تلفظ جفتش میشه اسپانیول الین شینواز شینواز از کجا متوجه میشیم لین خانومه یا آقا میگه شینواز نمیگه شینوا اگه میگفت شینوا یعنی مذکر بود اما چون میگه شینواز یعنی مؤنثه خب این هم از تمرین سوم دیالوگ دوم که حلش کردیم وارد بخش گرامر میشیم گرامر لختیکل دفینی او سنگولیر لختیکل دفینی اتن دفینی حروف تعریف مشخص و نامشخص که تو جلسات اولیه کامل بحثش رو بستیم کتاب تازه اومده فقط اختیکل دفینی رو برای سنگولیق برای مفرد گفته لو و لرو اما ما کامل برای سنگولیق و پلوغیل جمع کامل یاد گرفتیم
ولی باز یه مرور میکنیم. گفته مسکولن مذکر، فمینن مؤنث. برای مسکولن گفته لو استفاده میکنیم. دقت کنید لو و ل جفتشون برای یه دونه استفاده میشه، برای مفردن. لو کور دالمون، کلاس آلمانی، آلمان میشه آلمانی، کور همون کورسه. لا دانتیست دو مغینا، برای فمینن لا استفاده میکنیم، همونطور که میدونید دانتیست یعنی دندون پزشک، فمینن مؤنثه، پس از لا استفاده کردم. میگه دندون پزشک مارینا. اینجا یه نکته اومده گفته بهمون دوون اون وایل لو الا الا پاسخف. میگه زمانی که کلمه ای داریم که با وایل شروع میشه، چون لو و ل جفتشون با وایل تموم میشن دیگه، او و ا. این قاعده رو میدونید، دو تا وایل کنار هم اومد قبلی هست و پسخف، اینم همونو داره میگه. میگه اگر کلمتون با وایل شروع شد، شما وایل قبلی رو حذف کنید و از ال پسخف استفاده بکنید براش. این از بحث اختیکل دفینی. برای جمع هم از ل استفاده میکردیم. حالا اختیکل اندفینی ها چیا بودن؟ ان اون ده، ان اون برای سنگولیق، مفرد، ده برای جمع. خب وارد بخش دوم میشیم، لو ژانر د نوم ا د ادجکتیو. اینکه چجوری تشخیص بدیم اسامی و یا صفت ها مسکولنن یا فمینن، بحثش خیلی مفصله و کامل باید یاد بگیرید، ولی اینجا کتاب خیلی مختصر توضیح داده. این تیکه میمونه برای جلسه آینده، اول کلاس کامل این رو براتون توضیح میدم، باز میکنم و بعد ادامه جلسه رو میریم. میرسیم به قسمت بعدی، پرپوزیسیون. پرپوزیسیون یعنی حرف اضافه. پلو نوم دو پی ا دو ویل، گفته حرف اضافه ای که برای پی میشه کشور، اسم کشورها و شهر، برای شهر استفاده میشه، که بالاتر توی دیالوگ کامل بهتون توضیح دادم. گفتم آن پلوس پی فمینا، برای کشورهایی که مؤنث هستن. ما کشورها رو جلسه قبل کامل یاد گرفتیم، خیلی هاشون و اونایی که خیلی استفاده میشن و فمینن و مسکولن بودنشون هم کامل بهتون گفتم. اگر کشور مؤنث بود، شما از حرف اضافه آن استفاده میکنید. این حرف اضافه به معنای در هستش، منتها این در اگه برای کشور بخواد استفاده شه، کشور مؤنث، باید آن استفاده بکنید. لفرانس، کشور فرانسه مؤنثه، میگیم لا فرانس، پس میگم جابیت اون فرانس، در فرانسه زندگی میکنم. لیتالی، ایتالی ماهیتش فمیننه، لیتالی، جابیت اون ایتالی، جابیت اون ایتالی. حالا برای کشورهایی که مذکرن، پی مسکولن، او پلوس پی مسکولن، از او استفاده میکنیم. مثلا لو ژاپن، ژاپن ماهیتش مذکره، میگیم لو ژاپن، پس میگم ژابیت او ژاپن، من در ژاپن زندگی میکنم. این دره چون کشور من یک کشور مذکره، باید او استفاده بکنم، ژابیت او ژاپن. این از کشورهای مؤنث و مذکر. حالا برسیم به شهرمون. شهر باید از حرف اضافه ا استفاده بشه. ایل ابیت ا پاری، اون تو پاریس زندگی میکنه، در پاریس زندگی میکنه. ایل ابیت ا روم، تو روم زندگی میکنه. ایل ابیت ا توکیو، تو توکیو زندگی میکنه. پاری، روم، توکیو، همشون اسم شهرن. اینا برای شهرها همیشه حرف اضافه ا هستش. جلسه هم تموم شد، دیالوگ رو یاد گرفتیم، گرامرها رو بیشتریاش رو جلسه قبل داشتیم، کیس، اختیکل دفینی، اینا رو جلسات قبل توضیح داده بودم. فقط قسمت لو ژانر د نوم ا د ادجکتیو این قسمت میمونه که جلسه آینده این رو اول کلاس براتون توضیح میدم و بعد وارد تمرین های همین درس میشیم. امیدوارم که این جلسه هم براتون مفید بوده باشه. اوه.